مرکز نوآوری بانوان با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در دانشگاه علم و صنعت به بهره برداری رسید. آقای ستاری در مراسم افتتاح مرکز نوآوری مانا ویژه کارآفرینی بانوان گفت باید فروش نفت را فراموش و به سرمایه های انسانی خود توجه کنیم. اما خبر خوش برای مادران کارآفرین، حضور آنها همراه فرزندانشان در مرکز نوآوری مان است، به نحوی که در این مرکز فضا و محتوا طوری طراحی شده تا بانوان فناور و خلاق بتوانند علاوه بر رسیدگی به فرزندانشان به فعالیت‌های دیگر خود هم در جهت توسعه علم ادامه دهند. دانشگاه جزئی از جامعه است، دانشگاه جزئی از فرهنگ، دانشگاه جزئی از اقتصاده، جزئی از بوم یک کشوره، یه چیز جدایی، تافته جدا بافته از سیستم اقتصاد فرهنگ جامعه نمیتونه باشه. اگه بخوایم این اتفاقات بیفته، یعنی ما به صورت بومی باید بتونیم این زایش ها رو از داخل دانشگاه به بیرون داشته باشیم و همه فکر کنن یه جوونی که داخل دانشگاه میاد فکر کنه که میتونه محیط اطرافش رو عوض کنه. ما در مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک برنامه داریم تحت عنوان برنامه توانافزایی بانوان فناور خلاق. در سه محور فعالیت میکنه: بحث الگوسازی، محور تقویت زیرساخت و محور توسعه شبکه. و ذیل محور تقویت زیرساختمون پرداختیم به توسعه مراکز نوآوری اختصاصی بانوان و استانداردسازی فضاهای موجود به نفع حضور بانوان و مادران با نیازهایی که تشخیص دادیم که یک مادر لازمه که داشته باشه. انصافاً جز موفقیت‌های آقای دکتر ستاری اینه که این بحث نوآوری و استارتاپ‌ها و جوان‌ها و شرکت‌های دانش بنیان رو از اون ته جدول کشون بالا به مزیت و اولویت کشور تبدیلش کرد. مرکز نوآوری زنان مانا با هدف استفاده از ظرفیت نیروی انسانی بانوان کشور با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و بنیاد برکت در فضای دانشگاه علم و صنعت طراحی و ساخته شده است. اینجا میخواد خانم ها رو توانمند کنه، هر چیزی که اون خانم لازم داره برای اینکه به این مرحله برسه رو در اختیارش قرار میده. حالا این ممکنه مکان کار مادر نوزاد باشه، یک مهد کودک باشه، خدمات مشاوره‌ای باشه که اون خانم نیاز داره، یا حتی مشاوره‌های کسب و کار. صاحبان ایده کسب و کارهای نوپا و خدمات برای مدیران خانم، سه خط اساسی در نظر گرفته شده در این مرکز است. خب این چه ظرفیت 30 کودک رو داره که قرار آموزش‌های خاص ببینن و کودک‌های کارآفرین تربیت بشن؟ نکته مشترک در طرحهایشان زیبایی شناسی و توجه به نیازهای زنان است. ایده ما یه صراحی کنترلی هست برای کنترل هر وسیله که به این صراحی وصل میشه از راه دور. در رابطه با تولید کیف هستش استارتاپ ما، کیف هایی که قابل تغییر رویه دارن، یعنی شما با خرید یک کیف و با تخرید چند رویه میتونید کیف های مختلفی رو داشته باشین. این کیفی که شما میبینید الان با این رویه هستش، اما خب میتونیم با عوض کردن رویش پیر زیپ میخوره این رویه رو بذاریم روش. کاملا یکی دیگه. بله، یکی دیگه دارین شما. استارتاپ ما عروسک سازی توسط خود بچه ها هستش و میخوایم توی حوزه عروسک سازی مانو بدیم و قصه گویی و بازی درمانی و اینها رو هم باش انجام بدیم. اسم استارتاپ ما آی بیوتی هستش. ما یه پلتفرمی تهیه کردیم که توی این پلتفرم پزشکان رو به مردم وصل میکنیم. یه سری اطلاعاتی رو در اختیار بچه ها و دانش آموزایی که از این کیت استفاده میکنن قرار میدیم که بعدا میتونه اون میشه گفت ایده خودشون رو پیاده سازی کنن و بتونن توی بخش یکی از کاربردهای صنعتی شیمیایی یه سری محصولات جدید حتی وارد بازار کنن. داخل کشور اینو تا حالا نداشتیم، اما نمونه های متعددی در سراسر دنیا از آمریکا و اروپا گرفته تا آسیا و حتی اقیانوسیه وجود داره که روی این موضوع تمرکز میکنه و در واقع میخواد که خانم های یک جامعه به عنوان 50% اون جامعه فعالتر بشن، به خصوص در حوزه های اقتصادی و کسب و کار. علاقمندان برای اطلاع بیشتر میتوانند به پایگاه مانا خط تیره center.com مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.